اردوان آتیش کن، اردوان آتیش کن. تماشاگر جشن ویژه نوروز برای بی خانمان های لس آنجلس هستید به همت میدنایت میشن. برگزاری مراسم جشن نوروز به همت میدنایت میشن و ایرانیان عزیز، ایرانیانی که الان نزدیک یک دهه است که همه ساله به مناسبت نوروز به کمک و یاری بی خانمان ها میرن، دقیقا کاری که در ایام شکرگزاری و یا تنکسگیوین دی در همین شهر برای خانمان بی خانمان ها انجام میشه و یک رسم و سنتی است که همه ساله
در امریکا هست. حالا ایرانیان این رسم و سنت رو به مناسبت نوروز برای بی خانمان ها هم به ارمغان آوردن. که ملاحظه می‌فرمایید ده ها بی خانمان در این کلان شهر لس آنجلس تشریف آوردن امروز اینجا و در مرکزی که فعالیتش به قرن هم میرسه و سعی میکنن که از بی خانمان ها حمایت کنن، دارن غذا میل میکنن به مناسبت نوروز. تلویزیون های امریکایی، شبکه های ایرانی حاضر در لس آنجلس و رسانه های مختلف من جمله 670 AM داخل بودن در این مراسم و امروز هم ما از طرف رادیو اینجا حضور داریم. در کنار به حال حمایتی که از این برنامه کردیم، خواستیم که حتما با گروهمون هم اینجا باشیم تا بتونیم گزارش زنده رو تقدیم حضورتون کنیم. شبکه خبری رویترز رو میبینم که خیلی فعال از ابتدای مراسم اینجا حضور داشت و مشغول تهیه گزارش بود، که خب این نشان از اهمیت جشن نوروز به خصوص برای کمک به بی خانمان ها میره، که یه اتفاق خیلی خرسند و خوشایندی که الان تقریبا 7 ساله که میدنایت میشن این کار داره انجام میده. و خب همونطور که ملاحظه میفرمایید گروه های هنری به همت آقای اردوان مفید هم اینجا حاضر هستند و به اجرای برنامه میپردازند. گروهی از خانم ها دارن آماده میشن برای اجرای دف نوازی در حین صرف غذا، که بی خانم ها نشستن و دارن میل میکنن بتونن فرهنگ و هنر سنتی ایرانی رو هم براشون برمقام بیارن.
خونه من به خدا جون شب آواز من بال پرواز من نغمه روز بدون بالت میام هر جا که باشی آخه میمیرم نباشی نمیذارم دیگه از من تو باشی آخه میمیرم نباشی میدونم با بابایی الهی زنده باشی میدونم با بابایی الهی زنده باشی بیا ردت بکنم بیا به مهربونم مهرنوش یزدانیار از وکلای موفق جامعه در کنار پریسا فرهادی و روزبه از تلویزیون ایرانیان اینترنشنال هم مشغول تهیه گزارش هستند. مهرنوش هم همونطور که ملاحظه فرمودی از والنتیر های هستش، از به صورت داوطلبانه اینجا داره به مردم خدمت رسانه.